سلام، من کاپیتان پایرو هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. من اومدم که امروز به شما تو این ویدیو یاد بدم که چجوری تو ماینکرافت ترافورمینگ انجام بدید. اصلا ترافورمینگ چی هستش؟ ترافورمینگ بذار ساده توضیح بدم. این بیس رو میبینید؟ قبلا میدید چجوری بوده؟ بله، بیس هم قبلا این شکلی بوده. ببینید کلا یه پلینز بایوم معمولی بوده. البته اینجا مدو هم هستش. ببینید من کلا ببین چه کارا کرده بودم که اینجایی که واقعا دیگه هیچی نداشت رو تبدیل کردم به بیسم و همه جاشو خوشگل کردم. من اینجاها رو ساختم، صاف کردم، صخره درست کردم. این برای یه دونه فرودگاه ساختم، بیسم اینجا بودش. این برای یه دونه فارم ساخته بودم، پول ساخته بودم. اون برای گرمابه ساخته بودم و جوری اطرافش رو درست کرده بودم که طبیعی دیده بشه. و امروز میخوام که به شما هم این کار رو یاد بدم تا شما هم هر بیلدی که ساختید، هر جایی، هر بایومی، هر دیمنشنی بتونید قشنگ ترافورمش کنید. به نظرم برای این کار بهترین راه اینه که بیام تو خود سروایوول تا اینکه با چالش‌های این ترافورمینگ هم حالا آشنا بشیم. و دوباره اومدم اینجا و می‌بینید که چقدر اینجاها من ترافورم کردم. یک کوچولو شربت اینجا مونده که اینا رو باید درست کنم. آره، اینا همشون ترافورمینگ هستش. من اینجا صخره‌ای نداشتم. من خودم اضافه کردم. این پشت بیسم اینجا من صخره نداشت، چون بیسم یکم بزرگتر بودش. مجبور شدم خودم صخره اضافه کنم به اینجا. سلام عارف، چطوری؟ سلام. خوب شد. بچه من این عارف که اینجا میبینید، خب دانشجو هستش. خب دانشجو هستش. عینک دانشجویی هم زده و امروز من میخوام که بهش یاد بدم و تصور کنید که عارف شماید یا ویور هستی و میخوای یاد بگیری که چجوری ترافور میشه انجام. I'm actually بس خره نکن، من میخوام به یاد بدم. درد به دردت خورد. خب عارف، از کجا شروع کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ این مسئله است. بیا دنبالم تا بهت بگم. میبینی عارف اینجا من زمین کشاورزی درست کردم. خلاصه اینجا نگاه کن، میبینی یه سری انحناها داره این زمین کشاورزی که من درست کردم. اینا همهشون ترافورمینگه. ببین یه کاری کردم که طبیعی دیده بشه زمین کشاورزی. خب اون انحناهاش من اینجا رو کلا ترافورم کردم. حتی این چیزای ساده هم ترافورمینگ هستش. اوکی، پشمام. آره. نکته اول اینجاست که اگر میخوای جایی رو ترافورم کنی، بهتر از اون چیزی که ماینکرافت در اختیارت قرار داده استفاده کنی. اینجا پلینز بایومه، جوری ترافورمش کردم که مثل همون پلینز بایوم ولی بهترش بشه. اگر جایی صخره هستش که دنبالم بیا، ببین پشت بیسم ها چجوری ترافورم کردم. خب یه جوری ترافورم کردم که مثل اطرافش دیده بشه. خب مثل صخره دیده بشه. اوکی. آره، باید وفق دی ترافورمتو با اون جایی که داری ترافورم انجام میگی. درست؟ یعنی نمیتونم همینجوری یه رس بیام یه کوه درست کنم؟ میتونی، ولی خب بازم کوه هم باید به یه چیزی وصل کنی. وسط اینجا مثلا من یه کوه بسازم به نظرت عجیب دیده نمیشه؟ ولی خب ببین، من میخوام بیسم اونجا بسازم این بالا. خب بازم من اینجا کوه درست کنم طبیعی دیده میشه، چون اطرافش دوتا کوه هست. آره. این نکته اول بود. نکته دوم اینه که هیچ بیلدی شبیه هم نیست، هیچ ترافورمی هم پس شبیه هم قرار نیست باشه. خب ببین، خب من الان مثلا یه ترافورمی انجام دادم، خب قرار نیست ترافورم تو مثلا شبیه من بشه. خب هیچ بیلدی کامل نیستش. خب قرار نیست هیچ کدوم شبیه یا مثلا صخره درست کردی به جای اینکه مثلا از خاک استفاده کنی از سنگ استفاده کنی. توی هر بی‌نظمی هم یه نظمی هستش. میدونی چی میگم؟ تو ترافورم اینو باید در نظر بگیری. یه جوری که شما ساختید خب با مال من فرق داره. خب ولی اون خب فرق داشته باشه، چه اشکالی داره؟ یعنی چنج بدیدش نترسید که. آره آره، تغییر دادن نترسید. آره، قرار نیست ترافورم شما شبیه من باشه، واقعا قرار نیست. اوکی، نکته بعدی، وقتی که ترافورم انجام بودیم باید تنوع بدیم به ترافورممون. ببینید من زیر بیسم یه جایی سنگ ساختم دیگه. خب حالا اینو احتمالا خیلی ها میدونن دیگه، مثلا از این سنگ استفاده کردم، از کابلستون استفاده کردم. خب توی ترافورمم این کارو میشه انجام داد. بذار اکچولی اینجا نمیتونم اینجا نشون بدم، باید برم بیس سیزن یکم. ببین من اینجا یه راه ساختم، از تاف و کابلستون استفاده کردم. وقتی که اینجا هم درست میکردم از کورسرت و خاک و حالا چیزای دیگه استفاده کردم. جایی که صخره درست میکردم از کابلستون، سنگ و اندسایت درست کردم. اینا همشون باعث شده که من تنوع داشته باشم تو بیلدم و اینجا خیلی خیلی خوشگل شده. حالا چطور بفهمیم که اون بلوکای شبیه به هم چی هستن؟ من اینجا چند تا رو حالا
لیست میکنم براتون، اینا وسایل من هست، اینا رو بندازم. من اینجا چند تا بلوک گذاشتم، اینجا مثلا حالا درت هستش، خب این روتت درت هستش و اینم کورس درت هستش. ببینید که اینا چقدر رنگشون شبیه به همه، همشون یه حالت قهوه‌ای دارن، یکیش روشن‌تره یکیش تیره‌تره و اینا رو در واقع کنار هم میتونید داشته باشید. خب تنوع ببخشید به حالا صخرات. ببینید من اینجا هم همین کارو انجام دادم. خب اینجا هم گرانیت، دریپستون، پکت مود و حتی استریپ اوک بوده. شاید از دور شما میدونید این استریپ اوک بوده ها، ولی اگر از دور نگاه کنید متوجه نمیشید که شاید، اما رنگاشون شبیه به هم هستش. حتی میتونم اینا رو هم با اینا قاطی کنم. خب این ور هم اندسایت گذاشتم، کلسایت گذاشتم و دایرایت گذاشتم. با این که میبینید که این اندسایت ها رنگشون فرق داره. خب توصی این سفیده، ولی یه رگه های سفیدی توش داره. ببین اینو ببینید که خیلی شبیه به رنگ سفید هستش و میتونید توی بیلداتون استفاده کنید، همونطور که از کابلستون و استون کنار هم استفاده میکنید. ببینید یه تیفی الان درست کردم، کابلستون، ماسی کابلستون، ماس و گرس، هر چهار تای اینا رو میتونید حالا تو ترافورمتون انجام بدید و خیلی قشنگش کنید رنگ دیگه. من الان داشتم رنگا رو به شما توضیح میدادم. خب این چیزایی که گفتم نکته‌های کلی بودش. خب الان میریم چیزایی که برای مثلا راه درخت و اینجور چیزا هستش استفاده کنیم. اولیش مثلا راهه. میدونی عارف من اینجا یه راه درست کردم. درسته که شاید خب من معمولا مثلا از اینجا ها میرم دیگه، من مثلا میرم به سمت پورتالم. خب یا از اینجا میرم به سمت مثلا اونجایی که فرنس دارم. بین اون جاهایی که زیاد رفت آمد میکنید همیشه راه بزنید. خب خیلی باعث میشه که اون ترافورمینگتون قشنگ دیده بشه. ببینید البته اینجا من صاف درست ساختم، ببینید حالت یه صافی داره در واقع. یه جایی این گوشه هاشو، خب ببینید گوشه هاشو چیکار کردم. آره گوشه هاش پایین تری. آره یه حالت انحنایی دادم که تیز نباشه. توی خود راه هم من از پکت مود و مود بریکس استفاده کردم. خب یه سری جاها هم من شاول زدم، میبینین رنگش هم شبیه همه. مثلا این جاها هم میتونم استفاده کنم. ببین آها فهمیدم، اوکی. مثلا تم داره منظورته؟ آره راه ها هم تم دارن. آها اوکی، میتونی از این روش استفاده کنی. حتی میتونی داخلم مثلا خاک داری نمیتونم. حالا بیا یه جا راه درست کنیم بهت نشون بدم راحت تر. اینجا من یه زمین کشاورزی دارم، خیلی میخواستم اینجا یه راه بزنم. میبینی اونجا وسط یه آره فارم درست کرده. خب من میخوام از اینجا یه راه بزنم بهش. اصلا چجوری راه بزنیم؟ برای اینکه راه بزنیم اول با یه بلوک شروع میکنیم. ببین صاف هم نریم، ما کج و کوله درست کنیم. میبینی اینجا یه گودی داره در واقع توی پلنز بایومش. خب یه جوری اینجا گود هستش دیگه. خب اینجا راه بزنیم، ولی اینا رو میکنم که بفهمی که کجا دارم راه هم میزنم. خب یکم که اینجا رسیدم یکم میچرخمیم، بعدش دوباره میچرخمیم و پیش در پیش درست میکنم. الان دور این بیلی که تو ساختی خب کلا میخوام تبدیلش کنم به راه. با فریکم نگاه میکنم، خودتون ببینید از کجا دارم راه میزنم دیگه. عرض این راه میخوای مثلا چند بلوک باشه؟ آره بگو. سه تا. خب از سه تا یه دونه کم و یه دونه زیاد میکنیم و راهو میزنیم. یعنی یه سری جاها مثلا دو تا باشه، خب اینجوری مثل اینجا، یه سری جاها سه تا باشه و یه سری جاها چهار تا باشه بلوکش. آها اوکی. خب عارف میبینی که همین به سادگی چند یه راه درست کردیم و شاید فکر کنی قشنگ شده، ولی قرار خیلی از اون قشنگ تر بشه. این کورسترتا رو بگیر، این کورسترتا رو بگیر. میریم مثلا یه سری جاها مثلا اطراف اون حالا راهه، خب اینجوری یه کوچولو کورسترت میذاریم و یه سری جاها هم وسط راه کورسترت میذاریم و بعضی جا خیلی کم از این استفاده میکنیم. حل اینم اضافه کردی، ببینیم چجی شد. خیلی بهتر شد، ولی بازم عارف یه چیزایی باید اضافه کنیم. این برگا رو بگیر و این بومیلارم بگیر. خب اینا رو هم میریم کنار راه ها. خب یه سری جاها مثلا اینجوری رندوم یه دونه مثلا دو تا سه تا مثلا کنار هم با هم اینجوری میذاریم. خب و به غیر از اینا هم یه سری جاها یه دونه بوم میل اینجوری بدن، یه دونه ها، زیاد نه یه دونه. مثلا اینجا شاید نشه خب گذاشت. خب ولی ببین داخل زمین کشاورزی بذار، کی به کیه. اوکی آها الان شد. ببین رفته رفته داره بهتر میشه، ولی بازم یه سری کارا میشه کرد. خب با این اسلبا اون جاهایی که حالا یه بلوک میره بالاتر اون راهه، خب اسلب اضافه میکنی و مثلا یه سری جاها هم خب میتونی اگر میخواید روشن بشه، خب مثلا میتونی اینو بذاری، خب بالاش یه دونه لانترن بذاری اچه. به همین راحتی. واو اینم از این، اینم از این. خیلی خوب شد.
یه کار دیگه هم میشه کردش. خب این حالا لمپایی که ما گذاشتیم، برگایی که گذاشتیم، بومیلی که زدیم، جزئیات کوچیک هستش. میشه یه سری جزئیات بزرگم بهش اضافه کرد. جزئیات بزرگ مثلا چیه؟ بذار دوتاشو الان بذاریم نشون بدیم. خب ما اینجا داریم یه کمپ درست میکنیم، بالاش از این ماسکارپتا میذارم، مثلا خزه روش کرده. اوکی جالب شد. حل عجب کمپی. به غیر از کمپ، خب یکی دو جا من هیبیلم گذاشتم، خب که باعث مثلا، خب بالاخره گندمزار دیگه، هیبیل باید بذاریم کنارش. اینم جزئیات بزرگ هستش. از جزئیات کم زیاد استفاده میکنیم و از جزئیات بزرگ کم استفاده میکنیم. بله. الان یاد گرفتیم که چطور راه بسازیم. بریم یاد بگیریم که چطور صخره بسازیم. آره من میخوام اینجا یه دونه مگابیس درست کنم. خب ولی مگابیس اون بالای بالا هستش و من باید صخره درست کنم براش. و اگر من مگابیسم بسازم، خب اون پایینش کلا خالی دیده میشه. خب بنابراین باید ترافرم کنم اطرافشو که مثلا بالای سر چیز هستش، یه کوه هستش. در واقع من باید اینجا یه دونه کوه بسازم تا اینکه بیتم بالاش بسازم. شما به فاصله بین 3 تا 9 بلوک رندوم میرید بالا، بعد یه دونه میایید اینور، بعد دوباره بین 3 تا 9 تا بلوک، بعدش کنارش میایید. خب مثلا یه دونه بلوک عقب یا جلو، مثلا یه دونه رفتم جلو، خب الان 3 تا رفتم بالا، الان میام عقب‌تر، خب این بار مثلا بیشتر میرم بالا. پشتش هم البته پر کنید اینجوری. خب الان 1 2 3 4 5 6، من دوباره این کارو کردم، 1 2 3، این کارا کلی انجام بدم ببینیم چه جوری میشه. عارف بینش رو هم میتونید حالا ترکیب سنگی هم بذارید. من اینجا مثلا استفاده نکردم، ولی اینجا مثلا میخوام استفاده کنم. خب اندسایت هم استفاده میکنم. خب اینجوری. آره بچه‌ها اینجوری شدش صخره. خب اگر فاصله هاش اینجوری رعایت کنید، یکی از نکته ها میتونه این باشه که حالا من نگفتم جزء نکته ها، اونقدر بسازید که دیگه دستتون بیاد. آره عارفم تا آخر این ویدیو دستش میاد چجوری صخره بسازه، چون قرار دوره اینجا رو کلا صخره کنیم. من دوباره اومدم به بیس سیزن 1 تا اینکه یه چیزی رو اینجا بهتون نشون بدم. این درخت ها هستش. بله میخوایم ببینیم، یاد بگیم چجوری درخت بسازیم. اینجا قلعه من هستش تو سیزن 1 و میبینی که چقدر بزرگ هستش. خب بالاخره خیلی بزرگه دیگه اگر انصاف داشته باشی. و من اومدم اینجا یه حالا جنگل درست کردم. خب جنگل برچ هستش، درختای کاستوم داره. خب درختای کاستوم بزرگ برچ داره و من دونه دونه اینا رو خودم درست کردم. درست سخته خب، ولی خب مجبور بودم. چرا؟ چون بیلد من بزرگ هستش و برای اینکه اطرافش رو ترافرم کنم، خب باید درختای بزرگ بذارم. اگر بیلدتون بزرگه درختای بزرگ بذارید، اگر بیلدتون کوچیک هستش درختای کوچیک استفاده کنید. خب اینجا هم بیس سیزن 2 متاکرافت من هستش. من یه حالا بیس ژاپنی دارم. خب حالا زیاد بزرگ نیسته، شاید تصور کنید که اینجا مثلا بزرگه. چرا بزرگ دیده میشه؟ چون که من کنارش از درختای کوچیک چری استفاده کردم. تصور کن درخت چری تا این ارتفاع میومد، بیس من کوچولو موچولو اون وسط دیده میشد. دود یعنی چی؟ ما اسمشه که اون اسکیلش، یعنی اندازش متناسب باشه. بعدم اگر درختم میسازید، خب درخت مثلا اوک هستش، خب برگای اوک داره. درسته، ولی میتونید به جای بعضی از برگاشون مثلا برچ بذارید. بذار یه مثال بهت نشون بدم عارف. اینجا یه درخت اوک هستش، یکم پرسش میکنیم. خب به جای برگی از بعضی از برگاش، خب میتونید از اسپروسا بذارید. خب یا مثلا برچ بذارید، هر حالا برگ دیگه میشه استفاده کنید. از دو نوع برگ استفاده کنید، زیاد نه. آره مثلا شیش نوع برگ نذارید. آره دیگه. آیا تغییری حس میکنی عارف در این درخت؟ آره خیلی تکسچرش بالتره. اطرافش مثلا میتونی بومیل بزنید یا مثلا ماست بزنید. خب اینجوری که حالا زیر درختار هم یه چیزی بزنید دیگه، ترافرمی انجام بدید. میتونید مثلا کنارش صخره هم بسازید، صخره های کوچولو موچولو. پشما مازی چقدر بهتر شد اینجا. What the fuck؟ یه درخت داشتیم داره بهترم میشه. هدف از ترافرم اینه که اون بیستون، اون بیلدتون رو زیباتر نشون بدید. خب از یه زاویه‌ای باید بیست نگاه کنی. خب از این زاویه نگاه کن دیگه، اون جلو که از اون زاویه نگاه کنی درخت نذار، اطرافش درخت بذار. آها اوکی. عارف اینجا فرودگاه من هستش، اینجا یه بیلده دیگه در واقع. خب ولی اینجا رو هم ترافرم می‌کردم. کجاها مثلا می‌بینی کنار فرودگاه از این چمنا روش دادم؟ خب اینا ترافرمه. آها اوکی.
این چمن و چیزای کوچولو موچولو، مثلا چراغای مثلا کوچیکی میذارم که مثلا روشن بشه، جزئیات کوچیک ترافورم هستن. خب اینا جزئیات کوچیک هستن، کوچولو هم و زیاد ازشون استفاده میکنم. و یه سری جزئیات بزرگم هستش. این هواپیما جزئیات بزرگه؟ آره دیگه، این خیلی شاید بزرگ باشه. خیلی بزرگه. خیلی بزرگه. حالا دیدیم دیگه، مثلا جایی که کشاورزی کردم، خب اطرافش هیبله. الان میخوام نقصهای ترافورم رو بهت بگم که حتما باید بهش توجه داشته باشی. الان من این زیر فرودگاه خالیه دیگه تکنیکی، چون من یه جایی ساختم که اصلا جا نبود برای ساخت باند فرودگاه. من با فریکم آره. میرم پایین. خب میبینی اینجا من کلی تورچ گذاشتم که ما بسمان نشه. حتما اگر جای صخره ساختی، خب اینو فراموش نکنی که زیر اون جاهایی که تاریک میشه حتما تورچ بذاری که فرم درست نکنی اونجا. هر چیزی که داریم میسازیم نباید زیاده روی کنیم. یه جا خیلی بومیل دیگه نزنیم. این همه بومیل چرا باید بزنیم؟ زیاد نزن آقا، زیاد نزن. نکته بعدی تکسچرینگ هستش. حالا یه اصطلاح تو هنره ولی اینجا هم استفاده میکنم. ولی مثلا میبینید اینجا مثلا هیچی ندارم، اینجا من بیلد خاصی ندارم، نه یه دون درخت اینجا هستش ولی خالیه. من ولی هم چمن گذاشتم اینجا، هم کورست گذاشتم. به این میگن تکسچرینگ، یعنی یه سری جاهایی که مثلا خالی هستش، خب میتونید همینجوری تکسچر اضافه کنید بهش. خب از بلوک‌های متنوع استفاده کنید و تکسچر اونجا ببخشید. ولی میبینی یه سری تخت سنگ‌های تاف هستش اینجا، به اینا میگن تکسچرینگ. یعنی یه چیزی که دخیل نیستش توی مثلا تون چیزی که دارید میسازید، خب بهش دارید اضافه میکنید. اگه فهمیدی که استفاده کن، اگرم نفهمیدی بازم استفاده کن. بعد آخر یکی از چیزایی که توی ترافورمینگ خیلی به دردتون میخوره، سبز کردن یا لاش کردن هستش. ناجور ببین، من اینجا یه صخره ساختم، خب بالاش یه دونه ماس گذاشتم و بومیل زدم بهش. حالا شاید بگی من مثلا تو صحرا بیلد ساختم، من که نمیتونم اون جاها رو سرسخت کنم. بابا دد بوش بذار، دد بوش چمن بذار، کی به کیه، کی جلوتو گرفته. توی ذهنت قفل درست نکن. کلا هر جا که خواستید میتونید سرسبز کنید و واقعا اونجا رو زیبا میکنه. من اینجا بومیل زدم، چمن رشد کرده. همین برگایی که کنار این راه ساختیم همون لاش کردن هستش. منظور سرسبز میکنیم دیگه، همون. یکی از جزئیات بزرگم میتونه مثلا برکه یا رودخونه باشه. ببین اینجا من یه دونه برکه ساختم. خب میخوام الان بهترش کنم. اینا رو میکنم و جاشون شم میذارم. اطراف برکه، رودخونه میتونید شم بذارید اینجوری. اینم از این. یه کار دیگه هم میشه کرد. داخل آبم میتونید بومیل بزنید. یه جا دیگه هم بهت نشون بدم. من وسط اسپان سرور متاکرافت اینجا یه دون شاپ ساختم، خونه با بسفنجی پاتریک و پشما. خب چقدر قشنگ شده. میبینی اطرافش رو چجوری ترافورم کردم داخل آبو. آره کلی از اون خیارشوره گذاشتم که روشن کنه. از این شقایق چیه، از این بومیل زدم. یعنی کاری که بومیل زدم میکنه. ببین بومیل میزنیم و ترافورم میکنیم. جینیس. اینجا هم میشه صخره درست کرد. یعنی کارهایی که حالا روی آب میشد انجام داد، اینجا هم میشه انجام داد. کی به کیه؟ مثلا این خونه پاتریکه. خب میخواهید مثلا قدیمی دیده بشه؟ همه جاشو گرفت. اوکی. الان قدیمی دیده شد. البته برش دارم، من نمیخوام. من یه دونه کرافتینگ تیبل اینجا میذارم، چند تا استرز و چند تا اسلب میسازم. نکته بعدی، از اسلب و استرز استفاده کنید بچه‌ها. اینم یه جور میشه گفت حالا ترافورم کردن هستش. ببین من یه دونه اسلب میذارم اینجا، یه دونه اینجا استرز میذارم. یا مثلا اینجاها که حالا اطراف ورودی هستش چند تا اسلب میذارم. اینجاها مثلا صخره هایی میسازم که اسلب و استرز تشکیل شده. از اسلب و استرز هم استفاده کنید. عجب صخره ای انصافا. نکته بعدی یه دونه مونده به آخری، ترکیب ترافورم با بیلدتون هستش. خب مثلا من اینجا یه پل ساختم، خب به پورتالم هستش، ولی این رنگایی که دارم استفاده میکنم اینجا خیلی شبیه به رنگایی هستش که تو بیس اصلیم استفاده کردم. قرمز و نم دارکوک و نم، یعنی اون بیلدی که ساختید، اون ترافورمی که براش انجام میدید، خب نزدیک به اون بیلدتون باشه، شبیهش باشه. و آخرین نکته سلیقه شخصیه. درسته که باید متناسب باشه خب بعضی چیزا، این باعث نشه که مثلا خلاقیت به خرج ندی.
حالا بیس ژاپنی ساختم، کناش یه دونه قبرستون ساختم. یه حالا این بیلده ها تلفن نیستش، ولی من یه پل ساختم که مال سان فرانسیسکو. مبارف چطور بود؟ آموزنده بود؟ آره حالا باید برم یه ترافوم انجام بدم ببینم چیزی یاد گرفتم. اوکی. و مرسی که تو ویدیو من به عنوان دانشجو بودی عارف. من اینکمو زده بودم دیگه. بله بله قشنگ گوش دادی. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. ویدیوهای بعدی میبینمتون. بازم اگر پیشنهاد برای آموزش داشتید تو کامنت ها به من بگید. خدافظ.